با نام و یاد خدا سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان ورزش ایرانیان مقیم خارج از کشور. با برنامه کشتی ورزش کهن در خدمتتون هستیم در شرایطی که کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد تغییر کرد و محمود موذی پور مسئولیت سرمربیگری تیم ملی رو پذیرفت تا رقابت‌های المپیک 2008 پکن برای حضوری موفقیت‌بار در این مسابقات در شرایطی که کلیه تیم‌های مدعی و صاحب سبک در کشتی دنیا خیز بلندی برداشتن برای درخشش و موفقیت در رقابت‌های المپیک، کاری که لحظه‌ای اگر از اون غافل بمونیم نمیتونیم نتایج مطلوبی رو در مسابقات المپیک کسب کنیم. در این برنامه دعوت کردیم از یکی از چهره‌های علمی و قهرمانان گذشته کشتی کشورمون، جناب آقای دکتر علی اکبرنژاد، که به اتفاق صحبت کنیم درباره مسابقات جهانی باکو، ناگفته‌های باکو، همچنین رقابت‌های المپیک پکن که تا انتهای برنامه ما رو همراهی خواهید کرد. قبل از هر عرضی تبریک میگم به آقای موذی پور مسئولیت جدیدش رو. امیدوارم که بتونن موفق عمل بکنن و در جهت سربلندی تیم ما در المپیک تلاش بکنن. راه موفقیت ایشون چیه؟ من حس میکنم نه ایشون بلکه تمام کسانی که در مسیر ورزش قدم برمی‌دارن و تلاش می‌کنن به جهت راهنمایی ورزشکاران، بایستی در درجه اول یه دید و نگاه علمی به قضیه داشته باشن. زیاد زمان نداریم، این سوال حتما باید بپرسم از شما. اون داستان مدال المپیکی که چند نفرم اشاره کردن، در واقع شما فینالیست بودید در المپیک بارسلون، بعد اسم اون داورم اصلا نمیبریم. تو کشتی کانادا و کره بود اگه اشتباه نکنم، داور ایرانی اگر رأی بقیه داورا رو میپذیرفت شما فینالیست میشدید، ولی یه تنه جلوی رأی بقیه داورای خارجی ایستاد و شما رو از راهیابی به فینال در واقع باز گذاشت و شما نتونستید به فینال برید. توضیح بدید که چی بود داستان. ما توی گروهی که قرار داشتیم شرایط به گونه ای بود که یک کشتی کلا توی گروه باقی بود، کشتی بین کانادا و کره انجام میشد. کافی بود توی اون کشتی فقط عدالت برگزار بشه، یعنی بله، عدالت اگر برقرار میشد و حق به حقدار میرسید، کشتیگیری که برتر بود اگر دستش بالا میرفت من به فینال راه پیدا میکردم و بردم میشد طلای المپیک، باختم نقره المپیک میبود. متاسفانه به خاطر سوت طلایی که یه داور متاسفانه ایرانی، بله، خب به جهت بی‌عدالتی که به وجود آورد دریافت کرد و حق ما رو پایمال کرد و نذاشت. کانادا برد یا کره اون کشتی رو؟ کره موفق شد در شرایطی که از حمله‌ای که کشتیگیر کانادا انجام داد در لحظات پایانی صاحب یه امتیاز میشد که دو داور دیگه اون امتیاز رو داده بودن. اون داور ما با شما طلا نگرفتید، ولی به هر حال ایشون سوت طلایی رو گرفت حداقل. کاری انجام داد که قازاریان هم نمیتونست به این صورت در واقع شما رو از راهیابی به فینال محروم کنه. به هر حال سالهای سال البته میگذره از المپیک 1992 بارسلون. با سپاس از شما، چند ثانیه فرصت داریم برای خداحافظی. من تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب و ما هم از شما سپاسگزاریم. تیتراژ پخش میشه.